چهارباره یا چهارباغ یا نصیرخانی یا واژه‌ای که در موسیقی منطقه اصفهان اصفهانی‌ها در قدیم رو با هداوندی یا نحوی مینامند از اسامی است که برای این فرم گوشه به کار میده. عدد چهار از عدد طلایی و مقدس در ایران به شمار میره و از این دست در موسیقی زیاد از این واژه استفاده شده. این فرم از قطعه بیشتر وزنش مهمه، یعنی قطعه ایست که در ردیف وزنش رو اگر ما رعایت کنیم میتونیم در دستگاه مختلف اون رو اجرا کنیم، هرچند بیشتر در ابو عطا و ماهور این چهارپاره یا چهارباغ یا نصیرخانی معروف هست. وزنش متفاعلان هست، یا فعلات و مفتعلان فعل، فعلات و مفتعلان فعل، بحر کامل مسمن سالم. چهار باغ یا چهار پاره همونطور که از نامش پیداست از چهار پاره یا چهار لخت یا چهار مصرع تشکیل میشه، هرچند فرم این شعری که انتخاب شده و اکثرا هم روی اشعار هاتف اصفهانی هست غزله، اما بخش ابتدایی غزل رو اگر برداریم فرمش رو میتونیم با چهار پاره تا حدی یکسان بدونیم، چرا که لخت اول و لخت دوم و لخت چهارم هم قافیه و هم ردیف هستند، تنها لخت سوم یا مصرع سوم هست که با بقیه هم قافیه نیست. امکان داره این فرم از قطعه مربوط باشه به دوران شاه عباس صفوی که سرودها و تصانیفی در اون دوره ساخته شد و منصوب به شاه عباس صفوی هست که جلال الدین محمد منجم یزدی در کتاب تاریخ عباسی خودش در فصل هشتم از این سرودها نام میبره، یک فصلی زیر عنوان اشعار و تصانیف ترکی و فارسی تاریخ امارت و تکیه ها و باغات چهار باغ عنوان میکنه. این چهار پاره به صورت ضربی هم میتونه اجرا بشه، یعنی حالت یک قطعه چهار چهارم مثلا در نظر بگیریم که در این قطعه چهارم که چهار تا سیاه وجود داره ما بیایم به بخش های مساوی به صورت چهار تایی هر کدوم رو تقسیم کنیم، یعنی چهار تا دولاچنگ داشته باشیم و به این شکل بگیم را دا دا آ دا دا آ دا 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 آ دا دا آ را دا 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 آ دا 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 دا. و با این فرم به صورت ضربی هم اون رو اجرا کنم. همچنین چهارپاره یا هداوندی که در اصفهان به این نام میشناسیمش از اذکار دراویش هم هست. البته شهر هداوند از باغات و ایلات دوروبر تهران و قزوین و صابه و زرند هستش که هلوش 2500 خانوار داره. این چهارپاره یا چهارپاره یا چالپاره یا چلپ به یک ساز کوبه‌ای هم گفته می شده که به انگشت سبابه رقاصه ها می بستن و رقاصه ها با تکون دادن اون در هنگام رقص صدایی تولید می کردن. بنابراین یک ساز کوبه‌ای هست و رقص هم به همین رقص چالپاره یا چهارپاره یا چپ چپ هم معروفه و ممکن هست حالا از این که این موسیقی رو ساخته از اون رقص هم نوعی الهام گرفته باشه. به گوشه چهارپاره چهارباغ هم گفته میشه. این گوشه از لحاظ نام به فرمی از شعر نزدیکه که در دوره مشروطیت به وجود اومد، شبیه به دوبیتی با این تفاوت که حتما مصرع اول و مصرع دوم و چهارم میتونن هم قافیه نباشن. البته در این شعری که در اینجا استفاده شده میزان اول، دوم و چهارم هم قافیه هستن که خدا، دوا و خطا قافیه های اونهاست و کنی
به عنوان ردیف استفاده شده. چهار پاره به یک فرم چهار قسمتی میدونیم. این چهار قسمت رو در چهار خط اول میتونید ببینید. در چهار خط دوم هم انگار یک چهارپاره دیگه یا بخش دومی از چهارپاره رو میتونید مشاهده کنید. بنابراین این چهارپاره چهار قسمتی. وزن چهارپاره فعلا تو مفتعلن فعل هست. فعلا تو مفتعلن فعل که همین وزن اگر در دستگاه های مختلف استفاده بشه چهارپاره به وجود میاد. همونطور که در ردی در ابو عطا و ماهور وجود داره و ما میتونیم در شور، سگاه، افشاری و بقیه دستگاه از این فرم استفاده کنیم.